بنابر اجرای ریاست زاکس شهر مسکو در سال 2021 در پایتخت روسیه حدود 2700 عقد نکاح با خارجیان ثبت شده است. این نظر به سال 2020 13% کمتر ولی در مقایسه به سال 2019 19% بیشتر می باشد. از اول سال حدود 1500 بانو در مسکو به دامادهای خارجی به سفر برآورده، بیش از 1200 داماد مسکوی عروس خارجی فراوردند، خبر داده است کمسامولسکای پراودا. با تکیه به امور زاکس و اداره عقد نکاح مسکو، بانوان ساکن مسکو سال گذشته بیشتر از همه به زادگان اسنگ ازدواج کردند. از 1500 داماد خارجی قریب 41 یا 355 عقد نکاح با شهروندان تاجیکستان بسته شده، 142 نکاح با دامادها از اوکراین، 141 ازدواج با شهروندان قرغیزستان و 107 نکاح با دامادها از بلاروس ثبت شدند. همین طور بانوان مسکوی امسال با دامادها از کوبا، سربیا، دانیا، هند، امریکا، ایرلندیا، کانادا، چرنگوریا عقد نکاح بسته، 4 نفر آنها به شهروندان اسپانیا و 3 نفرش به شهروندان ایتالیا به سفر برآمدند. عجیب آن است که در مسکو یگان نکاح بانوان محلی با زادگان ازبکستان ثبت نشده است، ولی 77 بانو از ازبکستان سال گذشته به ساکنان مسکو به سفر برآمدند. این امور هم جالب است که بانوان زاده قرغیزستان در چمپیونات برای عقد نکاح با دامادهای مسکوی بعد اوکراینها جای دوم را گرفتند. سال گذشته 221 بانوی قرغیزستانی با مردهای مسکوی ازدواج کردند. کارمندان زاکس مسکو میگویند بسیاری از این داماد و عروسهای خارجی انگام مراسم عقد نکاح کوشش میکنند تا انعنههای تویانه ملی خود را رعایت کنند و حداقل لباس دامادی و عروسی مردم خود را بپوشند. از سال 2019 بستن عقد نکاح در تمام شعبه های زاکس شهر مسکو ممکن شده است. قبلا چنین نکاح ها تنها در چند شعبه مخصوص ثبت می شد. مهاجران از تاجیکستان و امین طور از ازبکستان و قرغیزستان و دیگر کشورهای مهاجر فرست وقتهای آخر هرچی بیشتر با خانم های روسی ازدواج می کنند، چون که چنین ازدواج گرفتن شهروندی روسیه را برایشان خیلی آسان تر می کند. ولی جامعه شناسان تاجیک از پهلوی دیگر این تمایل عموی شده اظهار نگرانی می کنند و می گویند کوشش شماره طرف بیشتر مردان تاجیک برای جستجوی عروسان خارجی در خود تاجیکستان یک نفسوی توازن یا دیسبالانس را به وجود می آورد و شانس سفر یافتن دختران تاجیک را خیلی کم تر می کند.